حالا برمیگردم به داخل مجاهدین و اعضا و هوادارانشان پس از ضربه اپورتونیستی بعد از سال 1354. در آن زمان چون ما ضربه را از چپنماها خورده بودیم، پس به طور خود به خودی تهدید اصلی میباید آنها باشند. همانها که مجاهد خلق مجید شریف واقفی و شماری دیگر را کشته و حتی جسد مجید را هم سوزانده بودند. من مجید را از اواخر سال 1347 می شناختم. فامیلش را نمی دانستم. اما با یکی دیگر از همشهریانش که هر دو دانشجوی دانشگاه صنعتی آریامهر بودند تحت مسئولیت خودم بود. او را خیلی دوست داشتم. هفته یکی دو بار به تک اتاقی که آنها در حوالی همان دانشگاه اجاره کرده بودند می رفتم و نشست آموزشی و تشکیلاتی داشتیم که از صبح تا شب یا از شب تا صبح طول می کشید. در سال 1353 هم در زندان قصر یک تابستان را صرف نوشتن کتاب تبیین جهان کردم. همزمان چند تیم با مسئولیت مجاهد شهید فرمانده کاظم ظلمبار آن را روی کاغذ سیگار ریزنویس می کردند و کاظم آنها را در جاسازی مناسب از طریق قهرمان شهید مراد نانکلی به بیرون از زندان و به دست مجید می رساند.